سلام عرض میکنم به همه هواداران تیم ولغاز. پاپوش بزرگ برای مهدی خان، بهترین شماره 10 تاریخ به ولغاز میپیوندد. این قسمت بازوبند کاپیتانی. رونالدو هم بیاد تو کاپیتانی، اینو اما امضا کنم. رونالدو هم بیاد تو کاپیتانی. چیکار بکنیم ما؟ همه جلوی باشگاه جمع شدن، هیچکی جوابگوی ما نیست. سلام داداش خوبی، چطور شما هوادار ولغازی؟ سلام داداش شما خوبی چطوری؟ آره من هوادار ولغازم. آقا چرا بازوبند کاپیتانی رو رفت دادش به رونالدو؟ اون قسمتشو مگه ندیده بودی؟ گفته بودش که رونالدو هم بیاد بازوبند. آره دیدم. چرا این کارو کرد؟ آره همه واسه همون اونجا مثلا بازوبند کاپیتانی ما اومدیم جلوی باشگاه الان وایسادیم. حالا همه هوادارا یه جوری شدن اصلا نسبت بهش. من حرفشون همینا هستن. بی جنبه بازی در آورد اصلا رونالدو اومد تو تیمش. هر کی اعتراض داره بازوبندی کاپیتانی رونالدو و علاوه بر سیدونش بیاد این طرف. شما هستی؟ استشادیه در بخش میکنه؟ یه باشگاه دارن استشادیه؟ استشادیه؟ اوه استشادیه؟ آقا یه دوام به من بده، دست در نکنه. آقا فرمان بخواهی فرم رو کنی، امضا اثر انگوش بده به من. به من بگی امضا کن، همه بگیرن امضا بکنی. سلام داداش خوبی؟ یه دونه به ما میدی؟ شما هم میخواهی زیاده، واسه همه تون هستش. بفرمایید، این عینک هم دیگه حالا مشخص نباید بشه، بفرمایید. دست در نکن. میز جلو باشگاه؟ ما دیگه رسیدیم، بریم ازش بگیریم استشادیه رو. شما هم میخواهی؟ این نماز شما استشادیه؟ چی داره استشادیه بخش میکنه؟ بذار بریم این چه خبره؟ آقا یکم به ما بده. شما هم میخواهی زیاده، واسه همه تون هستش. این استشادیه؟ چشم امضا میزنم. بازوبند واسه بلدهیار هستم. بچه از صدات آشناست، من شما رو جایی ندیدم. این نکم دیگه حالا مشخص نباید بشه، بفرمایید. نه شاید من اشتباه میکنم، به هر حال خدمت شما. بفرمایید خدمت شما. بده به من. بفرمایید خدمت شما داداش. پر کردی بده به من. بیا قربونت آقا داداش، بفرمایید خدمتت. شما هم پر کردی بده اینجا. ای روزگار هیچ کس دی سوت و کوره چقدر باشگاه استادیا کجاست؟ من میاد دیگه حالا. خب ما بعد بریم مصر رو بخریم، چقدر بودجه داریم؟ 8 میلیون خورده بودجه داریم واسه خرید مسی، واسه یک نیم فصلم کمه. بعد یه جوری یا قندی پور رو بدیم بره، یا یه جوری این بازیکن قرضی یا خبرشون گروشون رو گم کنم ما بتونیم مسی رو بخریم. البته تا نیم فصل یکم بازی مونده، تا اون موقع بعد بودجه تیمو تامین کنیم که لیونل مسی به تیم بپیونده. وای اینا رو بیاین بخریم. برای تامین بودجه تیم همه بازیکنای آکادمی ها به لیست قرض اضافه کرد. بابا یه زنگ بزن به استادیا، با تاتنهام بازی داریم، بازی داریم با تاتنهام. استادیا پویم گوریه، صد بار بگی تو جواب بده. وای دفاع تیم بده. از اونجایی که دفاع تیم خسته شده بود، کنعانی زادگان جاشو به سعید عزت اللهی میده. تا اینجای کارو بعد آقا سوم جدوله با یک امتیاز فاصله با صدر جدول فاصله داره. ساعت 2 بعد از ظهر در ورزشگاه تاتنهام، به به در یک هوای بارونی و مه آلود اومده تیم ولغاز مازندران همراه با کریستیانو رونالدو و اللهیار سعید منش. علایار کو؟ آه تو بود. چرا علایار مون تحویل نمیگیره؟ چی شده؟ بله حالا بازی چی رو میشه؟ رونالدو و اللهیار و سید منش نوک تیم رو به خود اختصاص دادن. کریستیانو رونالدو توپ رو گرفته اونجا، توپ رو همچنان نگر راچه نادری داره حرکت میکنه. پاس به نادری، اگه اوت نشه اوت هم نمیشه. اون نادری یه دریبل قشنگ به وسط میرسونه و کریستیانو رونالدو پاس داده میشه. حالا رونالدو ارسالش رو به داخل، اللهیار بیرون. نمیدونم چرا اللهیار و سید منش ما رو تحویل نمیگیره اصلا. نمیدونم چی شده، حالا شاید هم خسته است بنده خدا، نمیدونم. بگیریم وسطو بپوشونیم، وسطو بپوچونی. هرگه این خطرناکه، ارسال قدریه، ارسال بلند. رونالدو، اللهیار و سعید منش توپ رو گرفته. اللهیار به وریا غفوری میرسونه. وریا غفوری اون طرف، علی پور رو میرسه لب خط. میرسه علی پور، علی پور میرسه سر تو بشه میزنه توپ رو نگر راچه، ارسال بلندش. حالا اللهیار چوتش در میارن. بازیکنای ولغاز خیس خالی شدن. اللهیار رونالدو رو میندازه، رونالدو یه چرخه یه شوت باز هم دروازه بسته است. هرکین خطرناکه، بگیرش شجاع خلیل زاده، بگیرینش. یه بازیکن ما توپ رو گرفتن. اللهیار باز حرکت میکنه، کریستیانو رونالدو حرکتش قشنگه، به سمت چپ میرسونه اونجا مهدی ترابی، خود رونالدو، شوت رونالدو چقدر بده. بنابراین قندی پور جاشو با علی پور عوض میکنه. پاس اشتباه، حالا اونجا قندچیز بارکلا دهقانی دروازه رو باز میکنه. سرباز بگیر اونجا رو، یه جارو بکش، قشنگ تمیز کن، قشنگ قشنگ دو مضاف میخوری ها. درش کدوم بود؟ درش اون؟ اینه یکیه. بذار بریم تو هم دیگه. آقا کجا؟ استشادیه هم آوردن واسه یه هوادارای ولغازه. استشادیه ولغاز؟ نه میخواستم تحویل سرنگ بدم. من هوادار ولغازم، من جز هوادارام، همه با هم دیگه امضا کردیم. هوادار مشکل نداره، بفرمایی سرنگ آخره اجازه هستش؟
بله اومد. من نمیدونم چرا هوادارا کم اومدن تو ورزش، که شاید به خاطر بارون باشه، شاید به خاطر این باشه که اصلا تو انگلستان ما هواداری نداریم، نمیدونم. ولی به هر حال صدای تماشاگرها کم به گوش میرسه و این نشون دهنده ضعف در تیمه. قندیپور پاس رو میده، یک حرکت عالی. قندیپور با سرعت بالا، جوونک کوچک که رشد کرده، ارسالش به تیر دومه. نادری بیلوتر میرسونه بازیکنای ما، یه سر تو به وسط‌تر میخوان برسونن. حالا اونجا کریستیانو رونالدو صاحب توپ میشه، به سمت راست قندیپور رو را میندازه، خود رونالدو رو باید راه بندازیم. رونالدو شوتش دوباره در میارن. تمام بازی و یک بر هیچ. ولغاز با این چهره و این تیم و لباس در هوای مارونی و مهالود میدرخشه. سرورد مظفرین به دفتر سرهنگ. سرورد مظفرین به دفتر سرهنگ. سرورد، سرورد کجایی؟ جانم سرهنگ، هواداری و لباس برای مهدی خان استشهادیه جمع کردن. و مدارکی که ما علیه ایشون داریم باز دوباره ایشون بود تا اطلاع ثانوی بازداشت ما باشه. ای مهدی خان خودمون؟ بله، اجازه بدین. اجازه بکنین. سرنگ بش کن دیگه. بله. بله بله، چه قشنگم ریده ایشون. آی اوکی ببخش. یه نفر که ما نمیشناختیمش اومده بود استشهادیه ها رو تحویل داده بود. شما هم دیدی درسته؟ آره منم دیدمش اتفاقا، منم نشناختمش. اومده جلوی دفتر گفت با شما کار داره. به هر حال این حکم بازداشت ایشونه. اینو بگیر بده بهش. سرگرد مثل دفعه پیش در نره. در اسرع وقت میخوام اینجا باشه. اطاعت میشه. با این برد ولغاز به صدر جدول میرسه. تشویق. سلام مهدی خانم، آمدم. خوبی چطوری؟ سلام علیکم. لنگ زور شد دیگه، شب داره میشه. شرمنده به خودم، روزی داره که سالن داشتم. شرمنده شما، جبران میکنم. شما من که همیشه کارم خوب انجام دادم. برو لباس عوض کن بیا. چشم الان درستش میکنم. معلوم نی کدوم گوری بودن صبح تا حالا. از اونجایی که یه سری از بازیکنان داشت قراردادشون تموم میشد، باید با یه سری ها تمدید میکردیم. بازی بعدی ولغاز کریستال پالاس. استادیوم چرا امروز هوادارا کم بودن؟ مشکلی پیش اومده؟ بیرون خبری بود؟ نه والله مهدی خان، خبری نبودش بیرون. آه عجیبه. ولغاز با ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه خودی با کریستال پالاسی بازی میکرد که 14ام جدول بود. حالا ولغاز با کاپیتانی کریستیانو رونالدو اومده توی ورزشگاه خانگی خود، بتونه صد جدول با اختلاف مال خود بکنه و 17 تا امتیازش رو به 20 تا برسونه. حاجی علایار یه جوری اصلا من نگاه نمیکنه. علایار نه، یادم باشه بعد این بازی با علایار حرف بزنم. بله حالا دوباره بازی شروع میشه در زمینه خودی ولغاز با هوادارای پرچور ولغازی. احسان حسینی پاس میده هوادارا، باید تعجب کنیم که چرا دیگه تشویق نمیکنن. احسان حسینی پاس میده اونجا نادری. نادری میتونه ارسال بکنه از همونجا روی دروازه زاهدی. ارسال بلند روی دروازه ما، خطرناکن. استومچ کردن به وسط تر، گل خوردیم. بکش بالا، بکش بالا. محمد فاس فابر کلا علایور گله به خودی. تا بازی یک بر یک میشه، ولی ولغاز همچنان باید حمله بکنه. نادری بکش، نادری بکش. حالا بدن این هدر رو. نیمه اول یک یک مساوی شده بود. به فرمان مهدی خان اخباری باری دیگه توی رختکن تیمو دست گرفت. از اونجایی که دفاع خسته شده بود، بوریا افوری میره بیرون و نادری هم یه شو بازیکن دیگه هم امیده. احسان حسینی به جای حسین کنانی زادگان. ای بزن شوتر رو دیگه رونالدو باره کلا. اصلا که یواش شواش هواداره ولغاز دارن از تیم راضی میشن. از سمت راست رانزده هم میزنن روی دروازه ما، رفتن واسه ارسال بادن وسط رو بپوچونیم. یا عمل فز وای دهنت رو سرویس. خدوس خدوس تفا خالیه، تو رو خدا، تو رو خدا. وای بزن 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 برگردون. حال باره کلا سه بسه. آهان برو واسه تک به تک. تورابی میزنه ضربه رو، حالا کامبک شکل میگیره. 4-3 دقیقه 89 بازی. این نشون میده ولغاز به حد و ناسی باخته میده. در دقیقه 90 هم برمیگرده و تموم. اومد ولغاز این بازی هم با برد توجه سر میذاره با درخشش مهدی تورابی به عنوان تعویض طلایی تیم. ای آقا بریم واسه بازی بعدی. آقای مهدی خان بلند شو، بلند شو. سلام علیکم آقا مظفری، شما خوبی؟ چطوری؟ چه خبر رو؟
اینجا چیکار میکنی؟ باز اومدی ما رو چی شده الان؟ الان داستان چیه باز برو؟ والا ما اصلا کاری نکردیم دیگه. سر قراردادی که شما با علاگر رو سکت منش بازی کاپیتانی ازش گرفتی بلند شو. بلند شو آقا. بلند شو وقت ما رو نگیر. علایار سیاد منش. قرارداد. ما قراردادی نبستیم. کجا قراردادی ما نبستیم؟ وایس این ازت توضیح میدم. گفتگو نداریم آقا. بلند شو ببینم. بابا ول کن، دارین اشتباه میکنین. هوادار عزیز، یک لحظه صبر کنید. دارین اشتباه میکنین. با گفتگو حلش میکردیم. اصلا قبول نکنین. اصلا قبولش ندارین. من به نظرم خود اندای رادیو کارو جمع کنم. من قبول نمیکنم. من خودم همین الان اجازه بدید یه لحظه تلفنمو زنگ تلفنم تو جیبم در بیارم. نمیذاره. در بیارم زنگ میزنم. راضی میشیم به خودم. تا خود اللهیار نمخشیدتش اومد نیاد چیزی بگه قبول نمی کنی. خودم گفتگو میکنم. بذاریم من مرگرم اینا منم ببرن دیگه. این دفعه مثل اون دفعه نیستم. البته بنده خود گناه داره بیا قبول میکنیم ازش. یه نفر اون پشت داره قبول میکنه آقا. نه مهدی خان دیگه رفتی حالا دیگه باشگاه واسه من میشه نکه رو به هم میریزم. مسی چیه اینجا باشگاه آقا؟ مسی عکس مهدی خان چیه؟ مسی باشگاه اصلا اینا نموشه آقا؟ اینا چیه؟ اینا چیه؟ اینجا دکورو من میکیمم. الان سلام آقای گاردیولا، باشگاه تسخیر شد، بیا انداختم به زندان. مار کلاقه یه صدادیا. سلام آقای گاردیولا، خوبی؟ چطوری؟ کار بزرگی رو انجام دادی. دیگه کاری بود که از دستمون برمیومد، فقط این به مایه تیله ما فراموش نشه. حقت پیش من محفوظه. تو استعدادیاب بزرگ هستی، به خود افتخار کن با این کاری که انجام دادی. زمانی که ولغاز رو بیاری از صدر به پایین وسط واریز میشه. اوه آقا رسا صدر جدول چه قنات ها میسم تو سمت یادم اختلاف داره با دوم. بکشیمش پایین نظرته؟ بکشیمش پایین فرو شده بهمه چمپیونز لیگ واسه ماست دیگه، ماشکم واسه خودمونه. با خراب کردن همه بازی ها از جمله چمپیونز لیگ داشت همه رویاهای مهدی خان برای تیم خراب میشد. الان میگرم تر میزنم تو بازیات از حد جدول میارم پایین. رونالدو کی آقا؟ رونالدو رو بزن بیرون. فکرشو نمیکنی که یک روزی استعدادی همی که میگفتی هیچ کار از تو کاری ولدی است میتونه بندازه توی زندان باشگاه رو واسه خودش بکنه آقای مهدی خان. حالا بریم بازی بکنین، باید خراب کنین این بازی رو. رفتی توی زندان. ای بابا بیا این گل بزنیم، این درده رو باز کنیم، باز کنین این گل بخورین. دندم خانی بزن شما بزادی، این فرمول مهدی خانه، همینی که خودش گفته، فرمولی که خودش گفته. بزن تو گل خودمون، بزن تو گل بارکلا، فرمولی که خودش گفته. اعتراض نکنیم بازی کنا از هم یشود بزن یلوتر نرو بارکلا. آقای گاردی اونا این اخباری که بایدیم بره، این خیلی نافرمایی داره میکنه. نه بذار اخباری باشه، کار دارم با من رفتم، منتظر خبرهای بعدی هستم. از اونجایی که تیم کاملا سردرگم بود نمیدونست باید بدون تاکتیک چی کار بکنه. آقای مهدی خان ملقب به مهدی خان کبیر، مدیریت سابق باشگاه بلغاز تا اطلاع ثانوی به دلیل استشهادیه جمع شده از هواداران این تیم و داشتن مدارک و ویدیو به منظور ندادن کاپیتانی به اللهیار سید منش و امضای کامل ایشون تا اطلاع ثانوی در بازداشت به سر میبره. آقای مهدی خان دفاعی داری از خودت؟ نه آقای قاضی، فقط چیزی که میتونم بگم اینه که شما اشتباه گرفتی. مثل دفعه پیش داری اشتباه میکنی، ولی من هیچ مدرکی ندارم که بهت توضیح بدم. قابل توجیه نبود، ببرینش. اومدم خودم میاد. ای بابا ما سو برای اینا هم بدن، من مال اینا رو از اول بکشم پایین. مارو کلا آقای گواردیولا داری میای بالا، همین جوری پیش بریم میای سمت. مارو گل بخوادی بزن ببینم. مارو آقای گواردیولا باید میاد بالا، اخبار گل بخوادی بزن بالا ببینم. گل بخوادی کن جان گواردیولا گرفتت واسه من سیتی. بعد از باخت دوم رختکن به بهت کامل فرو رفت، چرا که بچه‌ها می‌دونستن مهدی خان اینجوری بازی نمی‌کنه. مهدی خان کجا بود؟ چرا تیم داشت اینجوری بازی می‌کرد؟ بازیکن‌ها هیچ جوابی واسش نداشتن و کاپیتان تیم چیزی برای گفتن به هوادارا نداشت. اینقدر این ماجرا حرفه‌ای طراحی شده بود که حتی مهدی خانی که چندین شبانه روز بازداشتش رو با شغلات می‌گذروند نتونست به هیچ کس شک کنه و امیدی به آزادیش نبود. الان فرمایید چه نمارت این درانه؟ ساعت جان ساقی رو بگیریم واسه همون یکی دیمای فرسته هست بنده مقالی. کیه؟ داداش جان هم داداش گوشی موشی چیز داری؟ گوشی؟ گوشی تلفن. تله گوشی چیه خود؟ همونه که داری باش حرف میزنی؟ ها این رو میگی. خب ساعتی چند؟ میخوای؟ ساعتی که نیستش ولی درم به جون میگیرم SMS میخوای بدم؟ بده میام بفرمو خدمتشون. ده تومن رو بفرمو. دمتی
مهدی خان با گوشی که پیدا کرده بود با یک شماره ناشناس به الله‌یار سگاتمنش پیام داد. سلام الله‌یار جان، امیدوارم که حالت خوب باشه. من مهدی خانم، توی زندان اسیر شدم، این گوشی رو به زور پیدا کردم. امیدوارم این پیام رو بخونی و به سوالایی که ازت میپرسم جواب بدی تا من بتونم از زندان آزاد بشم. لطفاً یک پیام ویدیویی از خودت بفرست برای پلیس و هواداران تا من بتونم به تیم برگردم. بریم بده گوشی رو، چیکار داری می‌کنی؟ مأمور رو من بیا کشته بود. ده تا ما رو چیکار می‌کنی؟ ده تا ما کارت به کارت می‌کنم مثلا. اوکی. سلام عرض میکنم به همه هواداری تیم ولقاز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خواستم بگم مرسی بابت همه حمایتتون، انشالله که با هم دیگه به موفقیت خیلی بیشتر دست پیدا میکنیم. بابت کاپیتانی هم که من باید بگم به خاطر شمالی بودنم یه باز اومد باید به هم برسه دیگه، و تو فینال چمپیونز لیگ هم اگه گل بزنم دیگه تک دست شمالی باید بریم. جلوی چلسی هم باختی، حالا آوردم از چیشم. آقای گاردیولا کجایی؟ مردم نه خودم. الان سلام آقای گاردیولا، تبریک که میگم دوم جدولا و انشالله برین صد جدول و لقازم از چیشم. قربان شما. پول منو کی میدی راستی؟ کسافت پول منو بده. حالا یه زنی یه مش بزنم پولم چی شده این راستی؟ دستمونو میدم، دستمونو. چی شده؟ دستتو ببر بالا، دستتو ببر بالا. ببر بالا، ببر بالا گفتم من تو رو گیجا دیدم. ببر بالا دستتو. شما باشه اجازه کی اومدین؟ با اجازه کی اومدین اینجا؟ من دیگه مگه تو زندان نیست. من بریم، بریم اما این کار دارم. سلام علیکم. بالاخره ما برگشتیم به باشگاه. هنس فرگای خوشگل من. ای دکور رو کی به هم ریخت؟ اوه وضعیت تیم افتضاح شده. ششم چمپیونز لیگ داریم. اتلتیکو مادرید فکر نمیگرش الله‌یار بیاد منو در بیاره. آرومون اتفرم آقای الله‌یار خان. ساعت 9 شب و اتلتیکو و منچستر سیتی رفته دوم جدول، بازی ولی باشه بازی داریم. ای وای سیاد منشو مصدوم کرده که زفت یک هفته سکت منشو نداریم. پس شهاب زاهدی همچون سوپرمن وارد ترکیب شد. حالا بعد قاضی که به سوم جدول رسیده بود و با این نتیجه امیدی برای سود نداشت، باید همه بازی های چمپیونز لیگشو از این به بعد میبرد. از اونجا که الله‌یار سیاد منش مصدوم بود، هنوز بازوبند کاپیتانی باید دست رونالدو میبود. حالا بازی در چمپیونز لیگ شروع میشه، فقط یک بازی دیگه مونده تا بتونیم خودمون امیدوار نگه داریم برای صعود از چمپیونز لیگ و پیوستن رویا به حقیقت. بده من به خدا اگه اونو خطا میگرفتی یعنی پدرتو در میآوردم. بده اینجا رونالدو، رونالدو رو راه بنداز. شهاب زاهدی حرکتش، قندی پور رو میتونیم راه بندازیم. قندی نمیرسه، قندی پور میره واسه تک به تک شدن. رونالدو رو راه میندازه، کریستیانو رونالدو تیرک، قندی پور میزنه توی دروازه بارکنا. دقیقه 42 بازی. در غیاب الله‌یار تیم بسیار خسته بود و انگیزه برد نداشت. برو دیگه، برو قدوس، قدوس دلها، به وسط، به سمت چپ، قندی پور شوتر رو میزنه گل بعدی. قندی پور گل دوم. این تاکتیک مهدی خانه، از کسی که فکرشو نمی کنی دبل می خوری. قندی پور رفت واسه یه هتریک. قندی پور این مار پاس میده دروازه خالیه، تو را می نتونست بزنه. یک دریبل زیبا، شوت سامان. رونالدو برو، رونالدو، رونالدو میره واسه گل سوم. کریستیانو رونالدو شوت بعدی رو میزنه بیرون. قندی پور جوان بهترین بازیکن زمین میشه. ولقاز در چمپیونز لیگ اولین پیروزیش رو به دست میاره. البته شاید اولین پیروزی نباشه، ولی بعد از اومدن مهدی خان به دست میاره مجبورم. ولقاز دوم چمپیونز لیگ. اگر بازی بعدی رو ببریم به احتمال بسیار زیاد رفتیم مرحله بعدی. حالا ولقاز منچستر سیتی. اما خبر بعد این بود، هنوز الله‌یار به بازی نرسیده بود و به 4 روز زمان نیاز داشت. قربون شکلت. ساعت 8 شب ولقاز منچستر سیتی در ورزشگاه سیروس قایقران. حالا وقتش رسیده بود که با همراهی هوادارا ولقاز یک شکست و درس درستی رو به گواردیولا بده. ببین شجاع خلیل‌زاده، از فندای کم رد بشی از شجاع و تیم من نمیتونی. ببرو دو تیم کشیدن رو بالا، هیچ کس نمیخواد از این بازی
دست خالی به بیرون بره. رونالدو به سمت چپ میرسونه. ترابی پاس رو میده حرکت میکنه مهدی ترابی بدون اینکه آفساید باشه. مهدی ترابی این بار دیگه آفساید نیست. برو ترابی بیا داخل. بده پاس تو. خود تیر دروازه. رونالدو پاس رو میده خود رونالدو برو رونالدو رونالدو. پاس به کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو. تو پر گرفته. پاس به وسط. حالا ترابی بزن بیرون. به قرآن من یه جوری خدا کمک کنه من به تو گودر رو بزنم. بزن این هدو. حالا توی دروازه. قربون شکل آقا غفوری پاس وسط رونالدو تو بر گرفته شوت بعدی و حالا گل بعدی کجای گاردیولا علی پور اونجا میزنن رونالدو یه دریبل اونجا میزنن کریستیانو رونالدو رونالدو هم زدن رو زمین رونالدو پشت توپه یا الله مددی میزنه ضربه رو گل میشه یا نه تمام دوباره جبل قاز در ورزشگاه خانگی با درخشش کریستیانو رونالدو میبره و جلوی هواداران شرمنده نمیشه مدی خب و حالا ولقاز به چهارم میرسه و گواردیولا از صدر جدول محروم میشه حالا ولقاز برای رسیدن به صدر جدول باید مقابل منچستر یونایتد قرار میگرفت و خبر خوب این بود که الهیار سیدمان برگشته بازوبند کاپیتانی به دست الهیار بسته میشه حالا باید شروع بشه سامان آقا دوست ما سریعا تیم روی بقیه بکشیم از بتونیم دفاعی بازی بکنیم وای وای شجا میزن ایشا شجا میزن ایشا بزن شجا خلی زاده مسیانو رونالدو توپر رو نگر روشه رونالدو توپر به سمت چپ میرسونه رفتیم واسه ضد حمله یا علی مدد دهقانی دونه داخل یه دونه کاتدار در آوردش باریکلا کریستیانو رونالدو توپر گرفته حرکت میکنه الهیار سمت چپ اشتباه حرکت ووش 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 نره نره بیرون قندی جوان شهاب زهادی رو را میدازه تک به تک شهاب میتونه گل رو بزنه واسه ایمان گرد توگه دروازه قش رو داشت دهنه تو سرویس چه گولی زد به اون آج دقیقه برین جلو ببینم آبرومون رفت وای باورم نمیشه مساوی شدی ولغاز نیوز تقدیم میکند امروز اومدیم خدمت هواداری دوبادیچه ولغاز توی خیابونها ببینیم که تیم مردمی ولغاز هواداراش چه چیزی راجبش میگن نظرشون راجب بازوبند کاپیتانی الهیار و کریستیانو رونالدو که اینقدر جنجال به با کرده چیه آیا انتقاد و پیشنهادی دارن واسه باشگاه یا نه سلام دوست عزیز شما دو سبزه بله سلام علیکم خوبه شما چطورین من یکی از هوادارای پرشور خود هم نظرتون راجب بازوبند کاپیتانی الهیار و کریستیانو رونالدو چیه نظرتون دست کدوم باید بازوبند کاپیتانی باشه به نظرم حالا جدای دوربینم هستش به نظرم بازوبند واقعا من به خود رونالدو میرسید هر چیزی که خود مهدی خان دست دور بدن همونه ما هم همونو اطاعت میکنم پشت مهدی خان هستیم درود به تو مهدی خان به مهدی خان سلام ما رو برسونید چقدر صدای شما واسه من آشناس شما رو یای من قبلا ندیدم نه من سلام همینجوری ما مرزاده اینجوریه بله بله درست درست ممنونم ازتون حالا بریم سراغ هوادار دوم ولقاز که ببینیم نظر ایشون چیه سلام میکنم به مهدی خان و کادر فنی باشگاه ولقاز در این تیم خط حمله و خط میانی به نسبت خوبه ولی خط دفاع و دروازه‌بان خیلی خوب این تیم نداره میخواستم که دروازه‌بان این تیم رو عوض کنید اگر از دروازه‌بان‌های ایرانی بخواین استفاده کنید علیرضا بیرانوند میتونه گزینه خوبی باشه نظر ایشون هم قشنگ بود حالا بریم سراغ هوادار سوم ولقاز بفرمایید سلام بر مهدی خان کبیر و طرفداران باشگاه ولقاز امیدوارم که امیدوارتون خوب باشه چرا تیم اسپانسر درستی نداره اگه تیم اسپانسر درستی داشته باشه هم نقل و انتقالات راحت میشه و هم پرداخت حقوق بازیکنان بهتر میشه و از همه مهمتر ورزشگاه میتونه ارتقا پیدا کنه تا طرفداران ولقاز بیان و بازی تیم رو از نزدیک تماشا کنن. انتقاد بعدی این بود که چرا مهدی خان با اون همه تجربه میره و از گواردیولا تاکتیک میپرسه تا تیمش رو بهتر کنه چون بالاخره گواردیولا حریف سرسخت مهدی خانه و کاملا ضد هم و اگه گواردیولا یه تاکتیک اشتباه بگه کل تیم به باد میره. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما انتخاب درستی بوده از اومده کاپیتانی که به رونا رسیده یا اینکه بعد به الهیار میرسید؟ آقا جام کن بریم. حالا ولقاز به سوم میرسه. ای خدای من امتیازمون برابره. اگه من یارو برده بودم رفت و صدر جدول وای چمپیونز لیگ چی میخواد بره احسان حسینی گفته تمدید میکنم باریکلا به شما ساعت 9 شب باید به دیداره بشکتاش میرفتیم تا تکلیف سود از چمپیونز لیگ مشخص بشه ولقاز حتما ما تو ورزشگاه خانگی این بازی رو میبره تا به مرحله بعدی برسه بازی شروع بشه دستور شهاب زاهدی در این بازی خبری از رونالدو نیست وقتی که رونالدو نیاز به استراحت داشت و گفتش که من نمیتونم در این بازی شما رو همراهی کنم سانتا انجام میشه روی دروازه داشت میرفت تو گل الهیار کاپیتان تیم با بازوبند کاپیتان
اینه که پس گرفت از رونالدو و حقش هم بود. حالا اومده که برد رو با سیما برمغان بیاره. بده من ببینم. بده مغان پور. الله یار بیا دیگه الله یار جان. حرکت الله یار رو به جلو هست یا نه؟ شوت زادی در میاد و حالا ریباند. اگه آفساید نباشه گله. تو رو جان پدرتون حواستون باشه دوباره کامبک مامک نخوریم و دقیقه 96 فلان. ای خدا ای خدا این دسته و کاپیتان تیم ما رو زدن. حالا از اون طرف رامی نازه الله یار به عنوان کاپیتان تیم شوتر اومد بزنه شب نذاشتن. پاس به جناهین. حالا اونجا الله یار رامی افتی یا نه؟ قندی پور داره حرکت میکنه. پاس به قندی پور بدون اینکه آفساید بشه. قندی پور چی کارش میکنه؟ تیر دوم و توی دروازه. بپاس چه نمره ای میدی؟ اینو بذار. بپاس چه نمره ای میدی از 1 تا 10؟ اما یه سری از بازیکن‌ها خسته شده بودن و نیاز به تعویض داشتن. پاس به جلوتر. آقا قندی پور تکرار میشه. میایم ریباندش رو ارسال کنیم. روی تیر دوم نرسید علی پور. جانم میره به دو طرفه. بزن الله یار خودو. الله یار خسته شده ارسال بلند به جایی نمیرسه. حالا اونجا قندی پور میتونه از همونجا شوت کنه که بره توی گل. قندی پور از کجا گلو میزنه؟ حالا بازی 3 بر هیچ میشه. الله یار پاس برای الله یار بدون اینکه آفساید باشه. وقت گلزنی کاپیتانه. نشود بازم و تمام. سود مرانی بادی چمپیونزی سود میکنه. ولغاز با کاپیتانی الله یار زید منش و درخچش قندی پور به مرحله بعدی چمپیونزی. حالا ولغاز به اون صد نجات و سود میکنه. اصل سیکو و مارسی حذف میشن. حالا بریم واسه خرید لیونل آنکارا مسی. واسه یکی از بازی کنمون 4,300,000 پیشنهاد اومده. قبول شرایط بودجه به 13,700,000 میرسه. خدای شکرت. 2,900,000 اینو خواستین. بودجه باشگاه رو به 17,000,000. حالا وقتش رسیده بود که اون رویا به واقعیت بپیونده. درخواست قرض 1 ساله به لیونل آندرس مسی. وای نه مذاکرات چرو شکست خورد. من واقعا بازیکن مهمی برای تیم شما داریم. من شک دارم که امید موفقیت و توافق در مذاکره وجود داشته باشه. خیر من 100% میگیرمش. ولی مهدی دستور رو نبود و دوباره رفاسه پیشنهاد به لیونل مسی. اما این بار برای این فصل بیاد. خدایا این بیاد. خدایا این بیاد. حاجی اومده. حاجی مطمئنم اومده به خوبی پیش میره. وای گفته 16,300,000 بده واسه یه نیم فصل مسی رو میدم بهت. خوش اومدی لیونل مسی. حسین ما رو بریم خدا. حالا لیونل مسی بزرگترین شماره ده تاریخ به تیم ولاغاز میپیونده در کنار رونالدو و الله یار و بقیه به جنگ چمپیونز لیگ میرن. لیونل مسی. لیونل مسی از اینکه کنار رونالدو بازی میکنه ابراز خوشحالی داشت. پس مسی رو بدون معطلی وارد ترکیب میکنی. و حالا مسی اومده توی ترکیب ولاغاز. اون چیزی که بهتون قول داده بودم نهایی شد. و در کنارش عارف غلامی هم واسه تقویت دفاع. و الان عارف غلامی هم به تیم میپیونده. تیم بسته میشه دفاع. حالا با این ترکیب قدر به دیداره سافت همتون میریم که نهم جدوله. آقای مسی شرمنده 10 واسه آقای الله یار با کاپیتانی به شما نمیتونم بدم. شما هم 30 بردار. استادیوم برای حضور لیونل مسی رونالدو و الله یار سید منش و لغاز کاملا پر شده بود. حالا بازی شروع میشه. به حضور آقا مسی در کنار کریستیانو رونالدو. سعید من اشتباه رو گرفته. به رونالدو میرسونه یا به مسی؟ به مسی فقط برسونه که نمیرسه. رونالدو به مسی میرسونه اونجا. مسی به رونالدو. بازیکن های زیبای این دو سوره قشنگ. الله یار قندی پور تو بر گرفته. خود الله یار شوتش. یا اول فاز عارف غلامی باید دفاع بکنیم. دفش کن. یا اول فاز لیونل مسی. یه دبل تاچ از مسی. یه دونه شوت کات دور. چه گلی میزنه مسی. لیگونال مسی در اولین ماتیش اولین گل رسمیشو به ثمر میرسونه. حالا ولاغاز چون مضافی گرفته برای به دست آوردن چمپیونز لیگ. همه دست به دست هم شدن تا ولاغاز کبیر رو به قهرمانی چمپیونز لیگ برسونن. مسی وسط میرسونه. الله یار سر نش توپارو گرفته رفتش مسی زده حمله. پاس به رونالدو. الله یار شوت رونالدو به تیرک. برگشتش قندی فورچی کار کرد. تمام کار. ولاغاز با تکی گل لیونال مسی در اولین بازی خودش در زمین خودی هواداران رو شاد میکنه.
و حالا بلاواز به دوم جدول برمیگرده و منچستر سیتی و گواردیولا به زیر ما میرن. بعد بازی مسابقه که با لیونل مسی کردن اظهار داشت من خودم احساس خوبی دارم و اعتماد به نفس تیم بالاست. حالا برای تسخیر صدر جدول به بازی با ولو میریم. ولوی که هشتم جدوله. همه بلیط های تیم بلاواز 10 روز زودتر برای دیدار رونالدو و مسی و الهیار و سید منشچوی یک تیم فروش رفت و هوادار با صدای بلند تیم رو فریاد میزدن. حالا بعد شروع میشه باری دیگر. الهیار پاس رو به جلوتر میرسونه رونالدو، دوباره خود الهیار، پاسگیری زیبای رونالدو و الهیاری که با هم دیگه لینک شدن. به لیونل مسی توپ میرسه، مسی توپ رو نگراشه به الهیار، توپ رو بدین. پاس به الهیار سعید منش میرسه، رونالدو توپ رو گرفته. حالا مسی، الهیار میخواد راه بندازه پشت جمع الهیار. الهیار به مسی، مسی کاتش، چقدر زیباست این تیکی تاکو. سامان آقا دو سوپر ارسال میکنه پشت همه برای الهیار. الهیار توپر دنگر داشته به قندیپور دلها میرسونه. الهیار یکی مقدار خسته شده، قندیپور سرعتش بالاست، داره میاد جلو همینجوری به الهیار. یا رونالدو وای وای دفاع خالیه، وای 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 دفاع خالیه، بگیر غلامی. الهیار کاملا خسته شده. پاس زیبا به سمت چپ آقای ناداری، توپ رو گرفته به وسط، دوباره حالا به لیونل مسی رسیده توپه. قندیپور میخواد راه بندازه، مسی قندیپور چوتر رو میزنیم، تیر دوباره. خدا مگه میشه؟ مسی اونجا توپ گیری میکنه، الهیارم اونجا هست، میخوره خسته شده و تمام کار. باز ما رو با درخش لیونل مسی در دومین بازیش و دومین گلش تیم ما در زمین حریف برنده میشه. ای بنو پدر چلسی چرا نمیاد پایینون؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت رو روشن که این سی ویدیو لذت بردیم و دوستان که پارت بعدیش هم زودتر بذاریم. بس دیگه لایکاتون داره، همین الان ویدیو رو لایک کنید و ممنونم تا اخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی. We'll be right back.